ایران جزو 10 کشوریه که تعداد زندانیانش بالاست. بر اساس آخرین آمار از هر 100 هزار ایرانی 269 نفر زندانی هستند. به نظر شما دلیل افزایش تعداد زندانیان در ایران چیه؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد آمار بالای زندانیان در ایران. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم از آمارهای متناقض تعداد زندانیان انتقاد کرده و گفته که دادسراها باید ماهانه آمار دقیقی از تعداد محکومان بدن. وزیر دادگستری ایران هم پیش از این از این وضعیت انتقاد کرده بود و ایران جزء 10 کشور پرزندانی در جهان تلقی میشه در بین کشورها، حتی که در واقع بر اساس میزان جمعیت است. به نظر شما چرا؟ در ساعت پیش رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر، پیامگیر برنامه بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اما اول اجازه بدین ببینیم که آمارها چی میگن در مورد تعداد زندانیان. در سال 1358 از هر 3600 ایرانی یک نفر زندانی بوده. در سال 1193 از هر 370 ایرانی یکی زندانی بوده. یعنی به طور نسبی تعداد زندانیان ایران در 36 سال اخیر تقریبا 10 برابر شده. تعداد مطلق افراد زندانی در همین دوره تقریبا 22 برابر. به آماری که همکارانم تهیه کردن دقت بکنید. حالا به نظر شما چرا تعداد زندانیان در این سالها چنین افزایشی داشته؟ آیا افزایش تعداد زندانیان ناشی از سخت‌تر شدن قوانین یا افزایش بی‌اعتنایی شهروندان به قانون؟ در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اجازه بدین سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی با روزیتا ببینیم که اونجا چه خبره، بعد برمیگردیم به تلفن‌های شما. نظرات زیادی تا این لحظه دریافت کردیم، حتما در طول برنامه مرور میکنیم نظرات شما را. اگر تمایل دارین به صورت صوتی برای ما پیام بذارین، میتونین از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط با ما تماس بگیرین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. همکارانم در اتاق فرمان منتظر پیام های شما هستن تا صدای شما رو در برنامه منعکس کنن. بار دیگه تکرار میکنم 202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط که البته 24 ساعته شما میتونین با این شماره تماس بگیرین. مسعود از لرستان روی خطین، بفهمین. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سفیری و همکار محترمت خانم روزیتا، امیدوارم خسته نباشید. ممنون، بفرمایید. هر شبت خدمت شما که خب این باعث تأسف اینقدر آمار زندانیان، یکیش این که زیرساختای جامعه رو این چند سال از نظر اقتصادی تحریما واقعا مورد هجوم قرار دادن، به طوری که خب آمار بیکاری رفت بالا، به تبعات این بیکاری هر شبت خدمت شما اعتیاد زیاد شد، بدهکاری زیاد شد، خیلی از جرائم زیاد شد. از طرف دیگه خب من خودم زندانی بودم، آقای سفیری، من به جرم این که روزنامه نگار بودم ما یه مطلبی نوشتیم در مورد وقایع روز ایران، به کسی هم توهین نکردیم، گفتیم که خیلی از کار اخراج شدن، خیلی از خانواده ها بی سرپرست شدن در واقع زمانی که سرپرست خانواده از کار بیکار شده، خیلی از بچه ها تو سنین پایین به سمت اعتیاد کشیده شدن،
هر شبت خدمت شما. و این چیزها به کسی هم توهین نکردیم، ما رو بردن زندان کردن. من توی زندان اونجا بود دیدم که چندین نفر از همفکرهای خودم، از همترازهای خودم، کسی که روزنامه‌نگار بودن، وبلاگ‌نویس بودن، اینا توی زندان هستن، منتها خبری ازشون نبود. ببین شما یک رسانه هستید که مثلا آگاهی رسانی میکنید، بی بی سی همینطور، خیلی رسانه‌های دیگه، ولی انگار اینکه شما در خدمت جمهوری اسلامی هستید. شما تا الان یک بار نبوده که بیان اسم از یکی از این زندانی‌ها ببرین، بگین که این آقا به خاطر فلان چیز توی زندانه. ببخشید آقای مز، ببخشید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، باید این آمار جایی ثبت بشه، اعلام بشه، خانواده ها اعلام بکنن. وقتی آماری وجود نداره ثبت نمیشه، یا سازمان های مدافع حقوق بشری هم اعلام نمی کنن، چجوری میشه به این آمار دسترسی پیدا کرد و به این افراد که اعلام کرد؟ اجازه از صحبت کنم؟ بله. خب آقای صفی ببینید، الان خیلی ها رو که میرن حالا میگن که از حامیان اصلاح طلب هستن، ولی رسانه شما و بی بی سی میان اینا رو مطرح میکنن. حالا من سوالم اینه که آیا اینا رو جایی ثبت کردن که شما میان میگین؟ بله، من خانواده هاشون اعلام میکنن، خانواده شما اعلام میکنن، اعلام کرده بودن. اعلام کردن؟ نه. اجازه بدین ایرادی نداره. خب ایرادی نداره، شما لطف بکنید لینک همون مطالبی که خانواده هاتون اعلام کردن و اگر جایی منعکس نشده و شما به اتهام روزنامه نگاری بازداشت شدین رو بذارین تو صفحه فیسبوک ما. باشه شما بذارید، ممنونم، بذارید تو صفحه فیسبوک ما و به ارسال بکنید، حتما ما بررسی میکنیم. اگر بود با کمال میل، بله این حق با شماست، اما اگر نبود دیگه ساعت و صغمش با خود شماست. آقای آرارات از کردستان روی خط هستیم، بفرمید. بله، من اول خدمت شما آقای سفیری و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم و اول میخواستم محکوم کنم کشتن آقای الچی رو به دست حالا هر کسی باشه، ولی محکوم میکنم که میجون دولت ترکیه، متاسفم برای مردم ترکیه. و دوم آقای سفیری ببینید، البته عوامل متعددی داره بالا رفتن آمار زندانی بله. در ایران. آمار زندانی نه آمار جنایت، بفرمایید آمار، چرا تعداد زندانی ها بالاست؟ آره من بله بله، منم منظورم همین بود. بله. عوامل متعددی داره. بله. ما اصولا در ایران و نظام ایران یه سیستمی رو نداریم که واقعا آدمایی باشن مسئول روی کار باشن. یعنی یه میکانیزمی وجود نداره که این آمارا بالا نره. مثلا فقر، بیکاری، بزهکاری، همشون عوامل ریشه‌ای دارن. اگه اینا پیدا بشه و درست بشه، من مطمئنم که آمار زندانیان ایران، حالا هر چیزی که باشه، هر نوع زندانی که باشه، یعنی خیلی شگفت‌آور میاد پایین. ولی اینا نباشه، آمار زندانیان هم میره بالا دیگه. من که فقیرم، حالا از عواملی که باعث شده من فقیر بمونم یا نمیدونم بیکار باشم، خب معلومه میرم مجبورم برای سیر کردن زن و بچه‌ام دست به کارهایی بزنم دیگه. من شرمنده زن و بچه‌ام نمیشم که. یه جوونی که میگرده دنبال کارکرد پیدا نمیکنه، خب بالاخره چیکار کنی؟ مجبوره یه کارهایی بکنی که توی قانون به اصطلاح جرمه، ولی قانون نمیاد که آقا پیدا کنن دلیل این کار این جوون چی بوده که دست به این کارهایی زده. میان مسئولا میگن این کارو کردیم، اون کارو کردیم، ولی کو همش گم میشه توی اداره، تو راهروهای اداره همش کاغذ بازی به نظر من. ممنون که اومدین روی خط، ممنونم. روزیتا، یکی از کاربرانمون به نام روگر میگه در ایران مردم به خاطر قوانینی زندانی هستن که خود این قوانین با به بن‌بست رسوندن زندگی مردم عامل زجر و آوارگی اکثریت ملته و در همین ایران کسانی رو میبینی که خارج از هر قانونی میدوزن و جنایت میکنن و تازه ترفیع و پاداش هم میگیرن. کاربر دیگه‌ای به نام غریبه در اینستاگرام برامون نظر گذاشته، میگه خیلی واضحه فتنه‌گر، نفوذی، اختلال در امنیت ملی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، جاسوسی برای بیگانه و قانون‌های نظام اسلامی. میگه البته یک وجه اجتماعی هم داره، مشروبات الکلی، مهریه، تصادفات جاده، قاچاق مواد مخدر، نژاددزدی و موارد دیگه، اما همه این اتفاقات به خاطر حکومت دیکتاتوری در جمهوری اسلامی که بعد از 4 دهه عملکردشون باعث شدت بزهکاری و مخالفت مردم میشه. سعید در پاسخ به دلیل افزایش تعداد زندانیان، سوال اولی که مسعود اون رو مطرح کرد، برامون نوشته
از اونجایی که مردم ایران تحت قوانین اسلامی اجباری هستن، عملکرد منفی از خودشون بروز میدن و میبایست قوانین تغییر بکنه و به شکل ملایم تحریزی و اجرا بشه، نه به پایبندی به زور. مطمئناً دلیل اصلی بی‌اعتنایی اجبار هستش. اما یاسمین میگه به نظر من هیچ کدوم از اینها تأثیر نداره، چون کشورهای دیگه قوانینشون سفت و سخت‌تر هستش، پس باید عوامل دیگه ای مؤثر باشه. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. نظر @voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com. یکی از مواردی که در چنین مسائلی در این زمینه بهش اشاره میشه، در واقع جرم زدایی هست از برخی از جرایم، که حبس آخرین راه حل نیست، تنها راه حل نیست، بلکه آخرین راه حل. در واقع در سه دهه اخیر، در حالی که در بسیاری از کشورها در زمینه‌های چون حمل یا مصرف برخی از مواد مخدر یا برخی رفتارهای اجتماعی خاص جرم زدایی به عمل اومده، در ایران بر تعداد این جرایم افزوده شده. حالا سوال اینه، در واقع مطرح میشه وقتی که میخواییم که تعداد زندانیان رو کاهش بدیم، که در چه زمینه‌هایی میشه جرم زدایی کرد که به کاهش زندانیان کمک بکنه. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. احمد از عراق روی خطین، بفرمید. با اسکایپ. سلام. حامد، عذرخواهی میکنم، حامد از عراق با اسکایپ روی خطین، بفرمید. سلام عرض میکنم به شما و بیننده های برنامه‌تون. خواهش میکنم. در مورد آمار زندانیان و افزایش، من میتونم بگم که همه جا زندان و هست، همونجوری که همه جا جرم هست. مهم اینه که بیدلیل فردی زندانی نشه که آمار بالا بره، و اگر هم زندانی شد به خاطر دلیلی، اونجا شکنجه و تحقیر نشه، مثل چیزی که همه دیدن تو ابو قریب و گوانتانامو اتفاق افتاد و یه عده بیدلیل زندانی شدن و تحقیر شدن به انواع و اقسام مختلفی. شما از زندان‌های ایران هم خبر دارین؟ بله. شما از زندان‌های ایران هم اینقدر خبر دارین، شما که خبرهای زندانی‌ها رو دنبال می‌کنین؟ خب ببینید، این چیزیه که تو دنیا صدا کرد و همه دیدن. میدونم خبرهایی که خبر ببینید، شما چجوری این خبر رو به دستتون رسید؟ همه جا اگه یه سرچ کوچولو تو اینترنت بزنید از عکس‌ها، یعنی دولت آمریکا، دستاندرکاران آمریکا، سازمان‌های مدافع حقوق بشر این قضیه رو اعلام کردن. چرا دولت ایران اجازه نمیده که در واقع کمیسرهای عالی حقوق بشر نمایندش بفرسته تو ایران از زندان‌ها بازدید کنن؟ شما الان می‌دونید در روزهای اخیر در زندان گوهردشت رجایی شهر چه اتفاقاتی داره می‌افته، چند تا زندانی در حال اعتصاب هستن، خبر دارید از اینا؟ امریکا اعلام نکرده. نه نه، شما خبر دارید از اینا؟ شما از اینا خبر دارین؟ زندان ابو غریب رو کی افشا کرد؟ جمهوری اسلامی افشا کرد؟ شما میدونین زندان ابو غریب رو کی افشا کرد؟ سربازهایی که اونجا بودن، عکسهایی که گرفته بودن رو منتشر کردن. اگر سربازهای ایرانی از زندانهای ایران عکس بگیرن منتشر بکنن، فکر کنید رفتار دولت ایران چگونه است؟ من فکر نمی‌کنم چیزی گفته باشم که شما اینجور عصبانی بشید. من عصبانی نیستم. اگر شما می‌خواید از آزادی دفاع کنید، دفاع کنید. یعنی از آزادی دفاع کنید، از اصل آزادی دفاع کنید. وگرنه اینکه اینجا چه خبری یا اونجا چه خبری مهم نیست. ما از حقوق زندانی اگر می‌خوایم دفاع کنیم، زندانی زندانیه. بعد از همه‌شون دفاع بکنید. درسته، حرف شما درسته، ولی میگم من بعید میدونم که اسم ابو قریب یا گوانتانامو اون ایرادی نداره. شما برنامه رو دنبال بکنید، ببینیم که سایر بینندگان چه نظری دارن. شاید با نظر شما مخالف باشن، شاید هم موافق باشن. بیاین روی خط و نظر بدین که آیا میشود این عکس گرفت و زندان‌های ایران و منتشر کرد. نیما از اهواز روی خط هستیم، بفرمایید. روزتون شب روزتون بخیر. روز بخیر، بفرمایید.
گوش بده آقای صفری، زندانای ایران، خب زندانای ایران طرف از زندان تازه آزاد میشه، 10 دقیقه بعد یه ساعت بعد دوباره میره تو زندان، بهش میگه خب جدید زندان رفتن چیه؟ چون میگه من جا ندارم بخوابم، خوراک ندارم، کار ندارم، میرم تو زندان میگیرم میخوابم راحت برای خودم. التماس طرف هم میگه تو رو خدا بیا منو بنداز فقط تو زندان، یه چیکار بکن منو ببر تو زندان بنداز. وقتی که طرف میاد کاری نداره، وقتی میاد خوراکی نداره، وقتی میاد میره خونوادی دوست حسابی نداره که حمایتش بکنه، میگه خب بذار برم همون زندان بخوابم بهتر، حالا که دوزی کوچیکم که بکنه. ما یه نفر گرفتیم اومد دوزی که از ما التماسمون میکنه آقای سفری خدا به سرش التماس میگم من رو بگی شکایت بکنم من رو برم زندان بخوابم. و اون گفتیم ما نمیخوام، ما کار باید نه آقا تموم شده که تمی که تو آدم بشی همین که شکایت کردیم چیز شده تو نه یه کار بکن من برم زندان. طرف التماس میکنه تازه بره تو زندان بگیره بخوابه، چون بهش هم خواب میده هم خوراک بهش میده، تازه یه چهار تا چیزم یاد میگیره داخل زندان. زندان شده دانشگاه دیگه، زندان نیست که، زندان ها شدن تو این دو زمانه، زندان های ایران حالا هر گاه من کار ندارم بدونه شدن دانشگاه. طرف چیزایی که برن بیرون یاد میگیره، تازه درس میگیره از استاد، اونجا استاد خوابیده اونا یادش میده. ممنونم نیما از این که ممنونم از این که اومدین روی خط نظرتون رو دادین. برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا، برنامه بینندگان صدای آمریکاست، بیاین روی خط و نظر بدین. روزیتا آسا از کاربران فیسبوک روی خط میگه زندان‌های ایران دچار ازدحام شدید، وضع بد بهداشتی، کیفیت پایین آب، امکانات ناکافی پزشکی، خشونت علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و بدرفتاری دائمی با زندانیان از سوی مسئولانه. خبرهایی از بدرفتاری با زندانیان شنیده شده و اخباری هم در تهدید خانواده‌های زندانیان که بهشون فشار وارد کردن کماکان میگه وجود داره. در رخداد سال 88 در کهریزک به اکثر بازداشته ها چه زن چه مرد تجاوز جنسی شده و بعدها قاضی ها که اشاره کرده به قاضی مرتضوی محاکمه سوری و تبرئه شدن. ایران خودش زندانه و زندانی ها در زندان بزرگ. آسا اشاره کرده بود به بدرفتاری با زندانی ها، ارشاد توییت کرده و تصویری رو به اشتراک گذاشته، حمله به سعید رضوی فقیه و سعید مدنی توسط زندانیان عادی در زندان رجایی شهر ایران. البته مسعودی اشاره کرد ولی من توییت دیگه ای رو براتون در همین رابطه آماده کردم. توییت کلمه: همسر سعید مدنی گفته افراد شرور رو تحریک میکنن تا زندانیان سیاسی رو آزار بدن. در این گزارش به نقل از همسر سعید مدنی اومده که خود آقای مدنی به من گفتن که فقط با چاقو صورتش رو خراش دادن و نمیخواستن ما ناراحت بشیم، اما ضرب و جرح به خصوص ضرب و جرح آقای مدنی بسیار شدیدتر از یک ضرب و جرح عادی بوده. آقای مدنی و رضوی فقیه در هواخوری بودن که یک دفعه بدون هیچ بهانه‌ای به اونها حمله میشه، که البته این گونه حملات میگه بی سابقه نیستش و قبلا هم موارد مشابهی بوده، ولی اینها به دلیل رفتار و روحیه آرامی که دارن و اهل درگیری نیستن، بنابراین احتمال میدن که این افراد از بیرون از زندان تحریک شده باشن. بهزادی که دیگه از کاربرانمون میگه نبود آزادی سیاسی، مشکلات اقتصادی و فرهنگ دوگانه، یعنی قشر سنتی مذهبی و قشر عمده تجددگرا، علت زیاد شدن تعداد زندانیان بعد از انقلاب 57، یعنی عقبگرد تاریخی به تمام معنا در تاریخ ایران با وجود حکومت اسلامی، و باید منتظر تبعات به مراتب بدتر از اون هم باشیم. پیامگیر یادتون نره 202-382-7205. آیه محبوبی از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه صدای آمریکا. من خدمتتون عرض کنم یک ایماندار مسیحی هستم که هموطنانم رو واقعا دوست دارم، ولی خیلی من به نظرم این هست که با محبت انسان ها به رشد و کمال میرسن و به تعالی میرسن، و با زندان و با اعدام و با مسائلی از این قبیل واقعا نمیشه جامعه رو هدایت کرد به نظر من. و اگر ما بخواهیم به رشد برسه جامعهمون، باید الگوهای بهتری رو بگیریم، مثل آمریکا که کشور گل و بلبل هست، نه گوانتانامو داره نه ابو غریب داره. البته اجازه بفرمایید آقای محبوبی، شما که فرمودین انسان با ایمانی هستین، از فرصتتون استفاده بکنید، اطلاعات غلط ندین، صحبت بکنید.
آمریکا در رأس اون ده کشور پرزندانی جهانه. جهت اطلاعاتون بله. اجازه بفرمایید. بله بله. پس اگر نمیدونستین برنامه رو دنبال کنید ببینید که سایرین چه نظری دارن. از اطلاعات اونا استفاده کنید. سپاسگزارم. ایران جزء ده کشور اول در رتبه هشتم اگر اشتباه نکنم. آقای ارسلان از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. ارسلان از تهران با اسکایپ. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سفیری و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. بفرمایید. خواهش میکنم جناب آقای سفیری، این که بینندگان انتظار دارن شما در مورد زندان‌های آمریکا با اون وضعیت تبوغره بکنن تا اون که مردم رو ناراحت کرده، واقعا قلب میلیاردها انسان رو جریه دار کرده صحبت کنید، به خاطر این هست که شما وقتی به خودتون اجازه میدید به عنوان یه شهروند آمریکایی درباره ایران صحبت میکنید، سیانمایی میکنید، باید در مورد اونها هم پاسخگو باشید. آقای ارسلان اجازه بفرمایید. آقای ارسلان من صحبت نمی‌کنم، صدای آمریکا صحبت نمی‌کنه. آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران، آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران، بله میگن. ببینید اجازه بدین خبر رو براتون بخونم. آقای به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شما برین خبر رو دنبال بکنید. وزیر دادگستری، از هر 100 هزار ایرانی 269 نفر زندانی هستند فقط در 9 ماهه اول سال جاری. این تا به حال 9 ماه هم نشده، ما در ماه اوایل ماه آذریم. 9 میلیون پرونده در ایران در سیستم قضایی ایران ثبت شده. متوجه شدین قربان؟ خب منم الان این خبری که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، جناب ابو اسما، جناب ابو منتصر گفتن که تو ابو قره سپاسگزار. آقای ببینید، آقای اجازه بدین، آقای ارسلان ببینید، اگر که شما بخواید نظر بدین در چارچوب برنامه، ما میتونیم نظر شما رو پخش بکنیم، اما اگر بخواید که وقت برنامه رو بگیرین، متاسفانه ما نمیتونیم اجازه این فرصت رو به شما بدیم و این اجازه رو به شما بدیم. مدافع چیزی و نظری هم نیستیم. بارها هم تکرار کردیم این خبرهایی که انتخاب میشه و عناوین روی خط قرار میگیره و خیلی از برنامه‌های دیگه، خبرگزاری‌های داخلی، شما اگر خبرها رو دنبال کنی متوجه میشی. شما بریم با آقای پور محمدی بگین سیاه‌نمایی نکن، خیلی چیز واضح و شفافی، آمار رو اعلام نکن. ممنونم که اومدین روی خط و نظرتون رو گفتین. روزیتا مهران از کاربران فیسبوک میگه در همه کشورهای جهان مکانی به نام زندان وجود داره و اون ظاهرا برای امنیت جامعه و دور نگه داشتن افراد خطرناک جهت تأمین جامعه‌ای پاک هستش. در این مکانها طبق قوانین بین المللی حتی افراد زندانی هم دارای حقوقی هستند. اما سوال اینجاست که در جامعه‌ای که شرایط بحرانی داره و حکومتش دیکتاتوریه، آیا حقوق زندانیان رعایت میشه؟ در زندان‌های ایران مواردی از شکنجه، تجاوز جنسی، تأمین نکردن موارد بهداشتی، آزار و اذیت روحی و غیره که فقط و فقط در موارد دیگر اندیشان با شدت تمام اعمال میشه وجود داره و میگه در آخر اعدام‌های ناحق هم هستش که دل هر انسان آزرده‌ای رو به درد میاره در هر کجای دنیا. در اینستاگرام فرهاد میگه نیمی از زندانیان ما سیاسی هستن که البته اشاره‌ای به منبع خبرش نکرده و میگه نیمی دیگه به خاطر نبود قانون مدون که طبق شریعت نظام جمهوری اسلامی ساخته شده در زندانن. ساجد در پاسخ به سوال ما در رابطه با بی‌اعتنایی مردم یا اینکه سخت بودن قوانین نوشته مطمئنا کسی از زندان خوشش نمیاد، شاید به دلیل عدم مدیریت صحیحه که چاره‌ای جز زندان نمیگذاره، مدیریتی که مصلحت رو بر عدالت یکسان ترجیح میده. یاس هم با اشاره به آمار بالای اختلاس‌ها و اشاره به اسامی مثل مرتضوی و خاوری نوشته اگر از دولت مردان و به خصوص قوه قضاییه سوال بکنین حتما میگن که مردم مقصرن، ولی افسوس. امیر هم با کنایه میگه شما با این حرفا دارین فرافکنی میکنین، ما کلن یک زندان داریم به نام ایران که 80 میلیون زندانی داره، اونایی که شما میگین بندها و سلولاش هستن. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. instagram.com خط مورب VOA فارسی.
همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. بله، همچنان که در طول برنامه در مورد حبس سودایی صحبت کردیم، چندی پیش هم آقای عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که روند فزاینده آمار زندانیان در کشور نشون میده که باید برای کاهش آمار زندانیان و به اصطلاح حبس سودایی وارد عمل بشیم. 10 سال پیش هم آیت الله شاهرودی در مقام رئیس قوه قضاییه از حبس سودایی و شیوه های اجرایی اون سخن به میون آورد و صحبت کرد، اما اینکه به کجا رسید معلوم نیست. چرا در طول این 10 سال به نظر شما حبس سودایی ممکن نشده و تعداد زندانیان نسبت به سال 1384 افزایش چشمگیر رو نشون میده و نه کاهش؟ اجازه بدین سری بزنیم به تلفن های شما. آرش از سنندج روی خطین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. من داشتم برنامه نگاه میکردم، خانم روزی تایی که پیامی خواند از خانمی که مثلا گفت در زندان فلانجا، زندان کهریزک مثلا به بعضی ها تجاوز میشد. من هم الان من پیام ننوشتم، سواد آنجوری ندارم، اما زنگ زدم و دارم میگم در ابو غریب لخت کردن، در ابو غریب به هم چسبوندن. آقای آرش اجازه بفرمین ما داریم در مورد آمار زندانیان ایران صحبت بکنیم. شما میخواین صحبت بکنی؟ بله، درباره ایران میخوام صحبت کنم. بفرمایید. آره، من میخوام درباره ایران بگم. پیام ما پیام نیست، اما پیام دیگه زندان ما زندان، اما زندان دیگران زندان نیست. درباره ایران میخوام بگم یک جایی رو پیدا میکنید 1000 جور میگیدش، اما اونی که همه دنیا دارن اعتراض میکنن نمیگیدش. آقای آرش، شما چرا متوجه نمیشیم وزیر دادگستری ایران اعلام کرده این آمار رو؟ ما اعلام نمیکنیم. اعلام نکرده. ابو غریب همه جا اعلام کردن، آقا رئیس جمهورا اعلام کردن، رئیس نمیدونم. آقا اجازه بفرمایید، مگه ما زندان، آقای آرش، مگه ما زندان ها رو با هم مقایسه کردیم؟ نه، من دارم اجازه بدین. نه ببینید، اجازه بدین وایس روی خط. مگه ما زندان ها رو با هم مقایسه کردیم؟ مگه برنامه ما اینه که کدوم کشور زندان خوب و کدوم کشور زندان بدی داره؟ شما کشور آمریکا هستید، ما ایران. وقتی که شما در مورد ایران صحبت میکنید، شما نماینده ملت ایران هستین. پس چجوری اون آقا نماینده ملت ایران؟ سپاسگزارم. اجازه بدیم ببینیم علی از ترکیه چه نظری داره. علی روی خطیم، بفرمایید. وایس کای درود به شما و تمامی همکارانتان. جناب سفیری آمریکایی و دوستان خانم آمریکایی، همتون آمریکایی هستی. حالا من میخوام با این ایرانی های عزیزمون صحبت کنم. دوستان عزیز، اگر در ولایت حل شده این، حداقل ایرانی آزاده باشی. شما به من بگین در ایران اصلا زندان وجود داره؟ شما ببینید ما چیکار داریم با آقای سفیری همسایی؟ نه اینم آمریکایی روسی هم، یا شرقی یا غربی. ما انقلاب کردیم نه شهر باشیم نه غرب. ما انقلاب کردیم که حکومت ولایت رو بیاریم. ما انقلاب کردیم که ادارت اسلامی رو بیاریم. ما انقلاب کردیم که دیگه فرق و زندان نباشه. ما انقلاب کرده بودیم، فراموش نکنیم. ما انقلاب کرده بودیم که اعدامی وجود نداشته باشه. ما انقلاب کردیم که شکنجه‌ای نباشه. من معتقد به این نیستم که مجرم نباید بازداشت بشه. مجرم باید به جرمش برسه. اما دوستان صادقانه بگید، آیا تعداد زندان ها نسبت به زندان زمان 57 چند برابر شده؟ چرا؟ مگه زندان جایی نیست که باید زندانی باشه؟ اگر ما انقلاب کردیم که زندانی کمتر بشه، چرا پس تعداد زندان همون زیاد شده؟ یه خورده صادق باشیم. چی کار دارید با آقای شما؟ این رخت تو رو چونی میدارید توی صدای آمریکا صحبت میکنید؟ چون با آقای آمریکایی صحبت میکنید؟ یه برنامه بذارید تو تلویزیون ایران که ما هم از اینجا بیرون از مرد با شما صحبت کنیم، لذت ببریم. من دوست دارم با صداسیمای کشور خودم صحبت کنم. من میخوام در دلم با هموطنم بزنم. من میخوام در دلم با ولایتم بگم.
من میخوام با ولیعهدم صحبت کنم. علی ممنونم که اومدین روی خط، نظرتون رو گفتین، هرچند که موضوع برنامه ما این نیست. ما امیدواریم که این نکته در نظر داشته باشید. کاری که آقای پور محمدی انجام داده، خبری که آقای پور محمدی گفته، ابراز نگرانی که به عنوان وزیر دادگستری کرده، اقدام ستایش برانگیزیه. یعنی در واقع ایشون ابراز نگرانی کرده به عنوان یک مقام قضایی. ما در صدد انتقاد نیستیم، میپرسیم چرا. شما میتونید بیاین نظر خودتون رو بگین. روزیتا سمانه از کاربران فیسبوک روی خط نوشته: زندانی شدن به دلیل تفکر غیر دینی، حمایت از حیوانات، حمایت از حقوق زنان و کودکان، اعتراض به چند همسری و حجاب اجباری و بسیاری از موارد دیگه. کشوری که زنده بودن مغزت در اون جرم، همه زندانی هستند و آمار زندانی ها بالا میره. اهورا به کنایه نوشته: زندگی در زندان بزرگی به نام ایران. و مسعود میگه زندان خانه دوم. در اینستاگرام میر نوشته: بیشتر زندانیان کشور رو جرایم مالی، مهریه و دیه به خودشون اختصاص دادن و به علت عدم بازنگری در قوانین و به روزاوری اون و نبود مجازات جایگزین به جای زندان، که بعضن به خاطر جرایم مالی کوچک حتی مربوط به بانک‌های دولتی که هم برای فرد و هم برای خانواده مشکلات متعددی رو به وجود میاره، تعداد زندانیان بالا رفته. مهدی میگه تمام این مشکلات و تمام این افزایش زندانیان به دلیل جرائم هستش و تخلفات، و منشأ اصلیش هم فقر. و در رابطه با پاسخ ابتدای سوال ابتدای برنامه که آیا سخت بودن قوانین مشکل یا اینکه بی‌اعتنایی مردم عامل افزایش تعداد زندانیان، پیمان میگه قوانین اسلامی دردی از مردم کم نمیکنه. وقتی بسیاری از مردم بیکار هستن و اعتیاد بیداد میکنه، قانون جلوش رو نمیتونه بگیره و زندان ها هم پر میشه از افرادی که حتی به دلیل یک چک برگشتی به زندان میافتن یا داشتن چند گرم مواد مخدر. متاسفانه بازار به قدری خرابه که حتی کرایه مغازه رو هم نداریم، یکی از دلایل دیگش میدونه. و مسئولین میگه دم از پاکسازی جامعه میزنن ولی اقدام اساسی انجام نمیدن. بهزاد هم میگه قطعا قوانین مسئله هستش، حتی بی‌اعتنایی به قوانین از سوی مردم هم به دلیل سخت‌تر شدن قوانین هستش. پیامگیر برنامه که یادتون نرفته 202-382-7205 پیامی داریم که با هم گوش میکنیم. یکی از برادران گفتن که زندان ها دانشگاه شده است و اونجا همه چیز فراهم است. اگر هموطنان ما سری به زندان تهران بزرگ بزنن، واقعا خواهند فهمید که از نظر بهداشتی اکثر این زندانیان به بیماری انگل روده‌ای مبتلا گردیدن و رسیدگی نمیشه. حالا نمیدونم مسئولین میدونن یا نه. بهرام از اصفهان روی خطین، بفرمایید. سلام، خسته نباشی جناب سفیری. ممنونم، بفرمایید. قربان شما جناب سفیری. در رابطه با این زندان قربونت برم، ماشاءالله این نظام که اصلا تحمل نداره، طرف حالا گناهکار بیگناه تو زندان میندازه، از جوان 16 ساله الی کهنسال 80 ساله، همه رو یک پرونده براشون حتما درست میکنه. یعنی یه پرونده زیر بغل تمام ایرانی ها گذاشتن که اداره هم بخوای داری میگن آقا جنابالی سوابق داری. نه تنها سیاسی یا این که به خاطر مواد مخدر یا چیزای دیگه، اختلاف خانوادگی را هم که بری پرونده براش ساختن و محکومش میکنن برای زندان میشه. قربون نیرو انتظام برن، میری داخل نیرو انتظامی صحبت میکنی، من نوعین دردی که دارم درد رو حس میکنم، داد میزنم در جا، میگن آقا بازداشتگاه. بلا فاصله یه پرونده درست میکنم زیر دست یه قاضی. قاضی هم متاسفانه همه رو با عینک بدبینی نگاه میکنه و پرونده براش درست میکنه آقا رای زندان بشه. زندان هم وقتی رفت که خب اونجا دیگه خواهی نخواهی بایستی بمونی، حالا یا 6 ماه یا 1 سال یا 3 ماه به میچتونن با آدم. قربون زندان ها ما پر شده. بعده متاسفانه این نظام با بدبینی داره تمام مردم رو نگاه میکنه، همه رو داره با بدبینی نگاه میکنه. ممنونم که اومدین روی خط. شهرام هم از فنلاند با اسکایپ روی خطین، بفرمین.
شهرام از فنلاند، بفرمایید. ارتباط شهرام با ما برقرار نیست. آقای موسوی از شهرضا روی خطین، بفرمایید. آقای موسوی سلام، خسته نباشید. سفیری ممنونم، بفرمایید. چند تا دلیل داره به نظر من بالا رفتن آمار زندانیان در ایران. بله. یه دونه از دلایلش اضافه شدن جرایم جدیدی هست، چیزی مثل جرایم اینترنتی که قبلا نبوده در بله. سالهای مثلا قبل از سال 84 تا این 10 سال اضافه شده. بله. یکی از دلایلش قوانین غلط میتونه باشه که حالا به خاطر چک، مهریه یا اینطور چیزها باید یه بانک‌ها یه قوانینی بذارن که اگر حساب طرف خالیه چک سالت رو صادر کنه اصلا دوست. یا از این جهت که بعد کار به دادگاه و اینطور چیزها نکشه. یه دلیلش هم تحریم‌های اقتصادی هستش که واقعا باعث شده بخشی از بیشتری از مردم به فقر بیفتن، بعضی از شرکت‌ها ورشکست بشن. به همسال این فشارهای اقتصادی که باعث شده و هر چکار هم فشار اقتصاد بیشتر باشه به ذهن و تقریبا جرم و اینطور چیزا در جامعه بالا میره. به نظر من این سه دلیل هستن. ممنونم، سپاسگزارم. به نکته مهمی اشاره کردن. قانون چک سال هاست که در موردش بحث میشه ولی هنوز اصلاح نشده. خانم مریم از بلژیک روی خطین، بفرمید خانم. سلام. سلام بر شما. وقت خیلی ممنون از برنامه خوبی که داشتیم. من قبل از این نظرم بگم میخواستم راجع به اون شنونده قبلیتون که مفصل و پامی ذره حال قاطی میکردن صحبتی بکنم. واقعا من متاسفم به عنوان شنونده ایرانی که شما حالا همچین برنامه خوبی رو تجربه کردیم و یه سری از هموطنان من به موضوعات خیلی دیگه در واقع اشاره میکردن. به هر حال نظر من راجع به این موضوع جذاب برنامه شما با توجه به اینکه من خودم یه سفر خیلی اخیر به ایران داشتم، برای چند ماه اونجا بودم، بیشه تمامه یا حداقل بسیاری از این جرما رو فقر در واقع اقتصادی اون اجتماع میبینم. دو قطبی شدن جامعه ایران در کل، حالا تنها منوط به تهران یا شهرستان نیست، در خود شهر تهران هم جامعه اونچنان قطبی شده که فقط شاید یک طیف خیلی حداقل در یک رفاه بفر میدارن و بقیه مردم در یک زیر خط فقر، و واقعا من به چشم میدم در زیر خط فقر بفر میدارن. بنابراین در جامعه این که چنین شرایطی توش حکم فرماست، احتمالا به ذهن یا به ذهنگاری تنها یکی از عوامل مهمی میشه که مردم به توی اون روی میارن و این یک واکنش من فکر میکنم تبیین نره معنی نرمال یا هنجا به معنی این که راه دیگه برای کسب درآمد اونجا پیش نمیاد. من خودم به عنوان متخصص در ایران بودم ولی عملا وقتی شرایط دستمزد رو در اونجا دیدم ترجیح دادم برگردم به کشوری که خب زندگی میکردم. بخاطر استنباط من از اون تجربه شخصی، وجود یک جامعه بسیار دو قطبی و مشکلات بسیار زیاد اقتصادی. ممنونم خانم از اینکه اومدین روی خط. روزتا محمد رضا در فیسبوک برامون نظر گذاشته و میگه این همیشه یک واقعیت روزمره ملت‌هایی که انتخاب صحیح نداشتن و در نهایت حاکمیت جامعه به دیکتاتوری ختم شده. طبیعتاً این گونه نظام‌ها هیچ وقت و هرگز اعتراض و آگاهی عمومی را تحمل نمی‌کنند و در نهایت دادگاه‌هایی بدون وکیل و احکام از پیش تعیین شده و زندان عاقبت اون مردم هستش. البته میگه ناگفته نمونه این گونه رژیم‌های دیکتاتوری که یکی از بدترین اون دیکتاتوری دینی هستش، با استفاده از حداقل تحمل مردم در مواردی بس زیاد با اتصال به دین و کمک از خرافه پرستی ها دست به اعدام های گسترده هم میزنن. در اینستاگرام شجاع برامون نظر گذاشته. این کاربر میگه یکی از دلایل عمده بالا بودن تعداد زندانیان وضع نابسامان بیکاری و فشارهای اجتماعی هستش. من قصد ازدواج دارم اما موندم با 20 میلیون هزینه عروسی و طلا رو بدم یا خونه رو، و هزینه های اینچنینی در بسیاری از موارد فرض رو به خلاف میکشونه. این هم نظری بود که این کاربر در اینستاگرام داشتش. اما پیامگیر 202-382-7205 پیامی رو با هم گوش میکنیم. کشور ایران زندانیاش با کشورهای دیگه فرق داره. ایران چند نوع زندانی داریم. یکی اینکه ما در لباس خودمون زندانی هستیم، که مشخصه حتما باید سیاه بپوشیم، رنگ دیگه قدغنه و یه زندان سیاهه برای ما. دومی که زندانیایی که در ایران هستن 9 میلیون به قول خودشون پرونده دارن در دادگستری، اینا رو باید جدا کرد از هم. زندانیای سیاسی ما که 90% درصدشون بیگناه هم گرفتنشون.
نمیدونم یه خبرنگار ما بیگناه گرفتنشون. اگر یه حرفی بر خلاف عرف بزنین در زندانین. بگذارین از یک عده قاتلین و متجاوزین و مواد مخدر فروش، اونم در سطح‌های بالا، اینا خب اونا جرمشونه، ولی واقعا اگر فکر بکنید زندان ما 9 میلیون زندانی که اینا میگن نیستن، خرابکارا فرق میکنن. آن کسانی که دستشون به پولای کلان دوزیای کلون هست اونا آزادن. ایران بیچاره تخم مرغ دوز رو میگیرن، چطور دار آزاده. پس بنابراین نمیتونیم بگیم ایران زنداناش 9 میلیون به حرف اوناست، ولی به حرف ما نه. من دقیقا فکر میکنم حتی از این 9 میلیون 5 میلیونش به گناه در زندان خوابیدن و متاسفانه کشور ایران خودش زندانه، چون ما نه حق نفس کشیدن نداریم، حق لباس پوشیدن نداریم، رستوران خوب نمیتونیم بریم، سینما نداریم، گردش نداریم، تفریح نداریم. آخه این که نشد زندگی که. به عرض تشکر، مرسی. من باید یه آمار رو تصدیق کنم، شنوندهی که پیامش رو شنیدین دچار یک سوء تفاهم شده. ما نگفتیم، جای اعلام هم نکردیم 9 میلیون ایرانی زندانی هستن، گفتیم که آقای پور محمدی اعلام کردن که 9 میلیون پرونده قضایی در واقع ثبت شده، وارد سیستم قضایی کشور شده. در حال حاضر ایران با دارا بودن نزدیک به 80 میلیون جمعیت 210 هزار زندانی داره که آمار بالای به نسبت جمعیتش. بنابراین اون 9 میلیون نفر رو ما اصلاح میکنیم، 9 میلیون نفر زندانی نداره ایران. آقای صالحی از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام آقای صالحی. سلام بر شما. ببینید شما موضوع به این خوبی انتخاب کردین، اما بعضی همیان متاسفانه و مزاحمت ایجاد میکنن و من روی سخنم با این عزیزانه که میخوام بگم آقایان، اصلا آقا گول پدر پلستر آقای سفیدی، سپاسگزارم. اجازه بفرمایید. ممنون اومدین روی خط. ببینید میتونیم بیاین روی خط نظرتون رو بگین، از چارچوب که خارج بشین ما از ادامه گفتار شما جلوگیری خواهیم کرد، هیچ چاره جز این هم نداریم، به خاطر اینکه باید حقوق دیگران رو رعایت کنیم. آقای مازیار از آلمان با اسکایپ روی خطی. مازیار بفرمایید. با شما جناب آقای سفیری، از هم حضورتون شما فرمودید که این آماری که آقای پور محمدی داده قابل ستایشه، ولی اینو نگفتید که این عملکرد آمار زندانیان. نه 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 اشتباه نکنید، آمارو که ستایش نمی کنیم، گفتیم که اتفاقا نه نه نه. این گفتار ایشون از این نظر ستایش برانگیزه که انتقاد میکنیم، میگه باید یک چاره بیندیشیم برای این کار. اینو شما ستایش کنن، یعنی ستایش کردید، ولی در اصل همین آمار عملکرد آقای پور محمدی و آقای لاریجانی و کسایی بودن که از دم تا از ابتدای انقلاب اسلامی تا الان وزیر دادگستری و مسئولان دادگستری بودن. ما مشکلمون سیستم قضایی کشور، سیستمی که بیماره، سیستمی که بر اساس شریعت و مسائل اسلام داره بر مردم قضاوت میکنه. یه طلبه بی سواد رو میارن به اسم قاضی که نمیدونه این پرونده ساختمانیه، پرونده جرم و جنایته، پرونده قتله، اصلا هیچ رشته‌ای در هیچ تخصصی در رشته‌ای که کسی که متهمه و تفهیم اتهام شده نداره. و در کشوری که وقتی وکیل داره از موکلش دفاع میکنه، میگه آقا این فلانی این جرم واقع نشده، خود وکیلم میگن چرا از زندانی دفاع کردی، چرا از متهم دفاع کردی، اونم میندازن زندان. این سیستم قضایی از دم معیوب، مریض، همشون طلابن، همشون بی سوادن، در حد دیپلم هم درس نخوندن، سطح سوادشون در حد یه طلبه ای که در قم درس خونده، ملوک و طوائفی شده. از خود آقای پور محمدی بپرسید چند نفر از فک و فامیل و دوست و آشنا و نمیدونم همروستاییشون. آقای ببینید، مازیار شما نکته مهمی رو اشاره کردین، اما یکی از دلایل دیگش این هستش که یک سری قوانین رو در واقع باید درمیش تجدید نظر کنن. بحث در واقع مشکل قضات و نیروی انسانی یک بحثه، بحث قوانین یک بحثه. الان سالهاست در مورد قوانین چک، قوانین دیه، قوانین در واقع احکام مشابه به ویژه این دوتاش در ایران بحث میشه، ولی هیچ تصمیم گیری نمیشه. خیلی حساسه آقای سفیدی، درسته، خیلی فوق‌العاده تخصصیه که در مورد سرنوشت انسان‌ها در اون کشور دارن تصمیم گیری میکنن. شما میبینید در کشورهای غربی، در اروپا، در آمریکا یک هیئت منصفه هستن که اونا بر اساس اینکه نبادا
قاضی اشتباه کرده باشه، این هیئت منصفه رو به رأی میگیرن که ببینن متهم واقعا این جرم واقع شده، آیا سزاوار این مجازات هست یا نه. ولی شما نگاه کنید آقای صلواتی به همه چیز میخوره به غیر از قاضی. خیلی ممنونم آقای مازیار از اینکه اومدین روی خط. روزتا فرصتمون هم کم. کاوه از کاربران فیسبوک میگه فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری و خشونت در جامعه بسیار افزایش پیدا کرده، همینطور قاچاق و مصرف مواد مخدر به خصوص در سالهای اخیر آمار معتادان کشور رو به شدت بالا برده و موجب افزایش یافتن جرم و جنایت در جامعه شده. با این همه گرفتاری ها و معضلات جای تعجب نداره که زندان های کشور پر از زندانی بشه و مسئولین کشور هم به جای ریشه یابی و حل مشکلات جامعه بیشتر روی حجاب و پوشش خانم ها و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی تمرکز دارن. در اینستاگرام ادریس میگه عامل زندانی شدن بیشتر افراد رفتار حکومت هستش، از زندانی سیاسی گرفته تا زندانیان ورشکسته بدهکار که به خاطر تحریم و اوضاع بد اقتصادی ضررهای زیادی دیدن. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر دریافت کردیم، با هم گوش میکنیم. مثل این که پیام آماده نیست. مهدی از قشم روی خطین، بفرمین. الو، بفرمین. سلام آقای سفیری، خسته نباشید، وقت شما بخیر. ممنونم، بفرمین. من فقط یه تجربه هم از زندان سال 83 که اتفاقی افتاد میخواستم براتون بگم و هیچ اطلاعی دیگه ندارم از جایی دیگه. من سال 83 از مسیر یزد میومدم، تصادف کردم و باعث شد که من برم بیمارستان. وقتی رفتم بیمارستان یک ماه تحت نظر بودم، کلن پاهم شکسته بود، من خودم اطلاع نداشتم که تحت نظر بودم. بعد دیگه منو منتقل کردم با بلانکار، رفتیم دادگاه، از دادگاه بلا فاصله ما رو بردن زندان. یه اعصاب من دادن. به چه جرمی آقای مهدی؟ جرم شما چی بود؟ من تصادف غیر عمد. بعد منو آوردن زندان، عصای منو گرفتن، گفتن ما اینجا عصا داریم، ما امکاناتو داریم، به شما میدیم. منم نفهمیدم، اولین بارم بود زندان رو تجربه میکردم. یعنی شما رو با پاهای شکسته بردن زندان؟ بله، با پاهای شکسته و فک شکسته. ممنونم که اومدین روی خط. فرصت برنامه کم، از شما خداحافظی میکنم. آقای ناصری از هلند روی خطین. آقای ناصری بفرمین. با وقت بخیر خدمت شما. وقت بخیر. این بابا با پای شکست، من هم چجوری بردنش خوب، حالا بلدغش کردم مثلا خودش بهتره. بله آقای صفیری، در این کشوری که ما توش زندگی میکنیم بله. سیستم قضایی انقدر پیشرفت کرده دوست. که برای جرائم کوچک اینها مثلا یک سری قانونهایی دارن، طرف میاد باید بره تو شهرداری، به شهرداری کمک کنه تو آشغال کم کردن خیابون. همینجوری اینجور چیزها رو پیشنهاد کردن انجام میدن که این خودش تعداد زندانی ها رو کم میکنه، تعداد مخارج رو کم میکنه و اونهایی که مثلا افراد مالیات دهنده پولشون الکی خرج نمیشه برای زندانی ها. چون زندانی ها اینجا حق و حقوقی دارن، باید به اونها هم رسیدگی بشه. بنابراین تعداد زندانی ها چقدر کمتر باشه، این پول ها الکی خرج نمیشه. ولی در نظام جمهوری ولایت فقیه، از اونجایی که اسلام ناب محمدی و قوانین ناب محمدی حاکمه بر اون کشور، شما آب بخوری جرمه، لباس می‌پوشی، ماشین دیگه یه زندان هم برای ماشینا باز کردن جدیدن، ماشینا رو هم میبرن زندان. آقای سفیری شما حسابشو بکنید، مملکتی که خودش در قوانین رو انقدر پیچیده کرده بر اساس اسلام ناب محمدی، خودش هم گریبانگیر شده، یعنی خودش هم مونده توش، دیگه چیکار بکنیم؟ دیگه وقتی کار به اینجا رسیده که ماشینا رو هم ببریم زندان، صاحب ماشین رو ببریم زندان، اون یکی رو به خاطر لباس ببریم زندان، اون یکی رو به خاطر نمیدونم فلان. خب اینها همه محدودیت هایی که خودتون برای خودتون ایجاد کردین. آقای پور محمدی شما حالا اومدی اعلام میکنی که دیگه ما جا نداریم، چه کار بکنیم با این پرونده ها؟ این پرونده ها رو به این دست چهار تا آدم دوست حسابی که از قضا و قضاوت. آقای ناصری ممنونم که اومدین روی خط، ممنون. شهرام از فلان با اسکایپ روی خط، این فرصتمون هم خیلی کمه، بفرمایید شهرام. بله، با سلام خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیزتون. هرچند فرصت خیلی کمه، من فقط به دو مورد اشاره میکنم. بفرمایید. اکنون ایران زندان بزرگیه، باید پرسید چه درصدی از جامعه، از مردم جامعه ایران آزاد هستند.
در واقع زندان‌های ایران جای حاکمان فعلی اسلامی ایران هستند، نه روزنامه‌نگاران یا دیگراندیشان و فعالان کارگری. مورد دومم که می‌خواستم اشاره به داشته باشم، زندانی حق و حقوقی داره. آیا با بالا رفتن آمار زندانیان در ایران تعداد زندان‌ها افزایش یافته یا نه؟ ما شاهد شیوع بیماری‌های گسترده و خطرناک چون هپاتیت و ایدز در بین زندانیان هستیم. این یعنی آمار زندانیان هرچی بالاتر رفته تعداد زندان‌ها هیچ کسرتی نداشته، یعنی تراکم زیاد در فضای کم. در واقع فقط خواستم اینو بگم که الان ایران خودش یه زندان بزرگیه و زندان هایی که در اون کشور واقع زندان در زندان هن. ممنونم که اومدین روی خط. من از ناصر از آبادان هم عذرخواهی و تشکر میکنم که فرصت نشد بیاد روی خط نظرش رو بگه. پیامی هم دریافت کردیم که با هم میشنویم. با سلام، محمد هستم از کرج تماس میگیرم. به نظر من اگر زندانیان ایرانی را به 4 دسته تقسیم کنیم، 1 زندانیان دگراندیش، 2 زندانیان فروش مواد مخدر، 3 زندانیان ضرب و جر و منجر به قتل، 4 زندانیان سارقین مسلح یا سارقین معمولی و تمام این زندانیان از اول انقلاب تا به حال به طور تصاعدی بالا رفته و این بالا رفتن زندانیان ثابت می کند که سیاست های اقتصادی و سیاسی نظام اشتباه بود و متاسفانه زندانیان دگراندیشان هم به خاطر اعتراض به همین سیاست ها زندانی شده اند. با تشکر، خداحافظشون. خبر لغو ارکستر سمفونیک تهران در سالن محل برگزاری رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان به دلیل ممانعت نوازندگان زنان از پرمخاطب‌ترین خبرها در شبکه‌های اجتماعی بود. مدیریت هنری ارکستر سمفونیک علی رهبری به خبرگزاری ایسنا گفته خیلی ساده بود. ما به مجموعه ورزشی آزادی دعوت شدیم. اونجا همه چیز برای اجرا آماده بود. صندلی‌ها رو برای نوازندگان چیده بودن و همه چیز خوب به نظر می‌رسید، اما وقتی 15 دقیقه به اجرای زمان باقی مونده بود و ما داشتیم برای اجرای سرود رسمی کشور آماده می شدیم، یه دفعه اعلام کردن که زنان نباید روی صحنه ساز بزنن و آقای رهبری گفته من هم ناراحت شدم، گفتم یا هممون با هم انجام میدیم یا اجرا نمی کنیم و سالن رو ترک می کنیم. بله، کنسرتی که برگزار نشد و پیامدهایی که داشت. به نظر شما چرا با کنسرت ها، با موسیقی در واقع مهربان برخورد نمی کنن؟ ارکستر سمفونی تهران رو دعوت می کنن که در مراسم جام جهانی کشتی، مراسم اختتامیه، شرکت بکنه و بعد در آخرین دقایق کنسرت رو لغو می کنن. به نظر شما چرا؟ نظراتتون رو با ما در میون بذارین. 202-382-7205 از همین الان می تونین تماس بگیرین. تا فردا شب شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.